این هفته در کلیک جدیدترین فناوری‌ها برای معلولان، تشخیص اشیا، تبدیل زبان اشاره به نوشته و پای مصنوعی برای ورزش روی برف. در چند سال گذشته بعضی از جالب‌ترین فناوری‌هایی که در برنامه بهتون معرفی کردیم، اونایی بودن که برای کمک به ناتوانی‌های جسمی طراحی شده بودن. اولین مسابقه جهانی بایونیک نشون داد چه استعدادهایی در این زمینه وجود داره. از نظر بازی، از کمک به تحرک گرفته تا بینایی و شنوایی، اخیراً می‌بینیم که همه‌گیر شدن فناوری‌هایی که می‌تونن زندگی ناتوان‌ها و کم‌توان‌های جسمی رو عوض کنند، نزدیکه. اما دقیقاً چقدر مونده تا تأثیر فناوری رو به طور واقعی در زندگی این افراد ببینیم؟ همین چند وقت پیش، یعنی 12 آذر، روز جهانی معلولان بود. ما این مناسبت رو بهانه کردیم تا یک برنامه کامل رو صرف پرداختن به آخرین دستاوردهای فناوری در این حوزه بکنیم. از روچستر شروع می‌کنیم، شمال ایالت نیویورک که بیشترین جمعیت ناشنوا و کمشنوا رو در آمریکا داره. این ترکیب جمعیتی در کنار آموزشگاه فنی زیاد در این منطقه منجر به نوآوری‌های جالبی شده و همکارمون پل کارتر رفته سری بهشون بزنه. دانشگاه فناوری روچستر و دانشکده فنی ملی ناشنوایانش در حال ساخت و آزمایش فناوری‌هایی هستند که به ناشنوایان در مکالمه و ارتباط کمک می‌کنه. یکی از این فناوری‌ها UNI هست، نوآوری که می‌خواد زبان اشاره رو به متن و گفتار تبدیل کنه. الکس یکی از سازنده‌هاش یک نمونه آزمایشی رو به هم نشون داد که امیدوارم بتونن به زودی بگذارنشون توی فرودگاه‌ها. خب، دستم رو میبرم جلو و علامت چکین یا پذیرش پرواز رو بهش نشون میدم. عالیه. پروازتون سر وقت انجام میشه. همینطور که دیدین، چیزی که گفتم روی نمایشگر اومد. این سامانه با حسگرها و دو دوربینش حرکات انگشتان و مفاصلشون رو بررسی و وارد نرم افزار میکنه تا تک تک نشانه ها رو ترجمه کنه، کاری که خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. بعضی از نشانه ها قطعا زیاد تکرار میشن، مثل چمدون یا کجا. آره، جالبه. بخشی از سختی کار پیچیدگی اپلیکیشنه. مثلا این که تشخیص بده وقتی نشانه ای چندین بار تکرار شد یکیشو به کار ببره. مثلا بدون اینجا فرد داره میگه چمدون و نه چمدون چمدون چمدون. آره. حالا میشه ادعا کرد فناوری های یاری رسان به ناشنوایان در مدت زمان کوتاهی تونستن پیشرفت چشمگیری داشته باشن. اینجا مدرسه ناشنوایان روچستره. این موزه و اشیاء داخلش به خوبی نشون دهنده پیشرفت فناوری در زمینه کمک به ناشنوایان و کمشنوایانه، از وسایل خیلی ابتدایی تا وسایل پیشرفته امروزی. از این سمعک‌های بوقی شکل تا لوله‌های کمک به گفتار و فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای مثل ترجمه همزمان. پیشرفت فناوری در این زمینه به کمشنوایان امکان میده شغل‌های پیشرفته‌تری رو انجام بدن. این مؤسسات با آزمایش‌های تشخیص گفتاری در کلاس درس شروع کردن تا ناشنوایانی که آشنا به زبان اشاره نیستن هم بتونن فعالانه در کلاس شرکت کنن. یه مترجم داره زبان اشاره این آموزگار کریس کمپل رو به نوشتار تبدیل می‌کنه تا متنش همزمان روی نمایشگر نشون داده بشه. من متوجه شدم خیلی بهم کمک می‌کنه. وقتی معلم نشانه‌ای رو نشون میده، مترجمی هست که بهم میگه منظورش چیه. به خصوص وقتی یادداشت برداری میکنم و نمیتونم نمایشگر یا معلم رو ببینم، خیلی کمکم میکنه. یکی از چیزهای خیلی جالبه که روی لپتاپ پیدا کردم اینه که میتونین مطالب رو روی نمایشگر خودتون بندازین. میتونین زیرنویس داشته باشین. این باعث میشه تا بشه متون پیاده شده رو ذخیره کنین و برای استفاده بعدی بهش مراجعه کنین. اینجا ما در هر سال 25,000 ساعت زیرنویس محتوای صحبت‌های استاد رو برای دانشجوهای کمشنوا و ناشنوا تهیه می‌کنیم. فکر کردیم فناوری تشخیص گفتار می‌تونه خیلی در این زمینه بهمون کمک کنه.
ASR captioning has improved a lot in the past few months. این فناوری محتوای زیرنویس‌ها رو بهبود داده، چون قبلاً تعداد اشتباه تو متن زیاد بود، اما حالا خیلی بهتر شده و میتونیم برنامه رو به صورت آزمایشی در کلاس‌ها شروع کنیم و نتیجه رو ببینیم. همینطور میتونیم شیوه بیانش رو بهبود ببخشیم. To see how well it works. And we can also make improvements with the language model. یکی از چالش‌های فناوری تشخیص گفتار پیدا کردن راهی بوده تا افراد ناشنوا بتونن بدون مترجم ارتباط برقرار کنن. این دانشجوها دارن از یه اپ پیامک ویژه استفاده می‌کنن که ساخت دانشگاهه. ما همه می‌دونیم که فناوری تشخیص گفتار می‌تونه خیلی دقیق باشه. در این اپ کاربر مطلع میشه که ترجمه کدوم واژه‌ها ممکنه دقیق نباشه. چنین چیزی بسیار ارزشمنده، چون اگه گفته نشه، اونا اعتماد مطلق به کل متن پیدا می‌کنن. به نظرم این تازه شروع فناوری تشخیص گفتار خودکاره. جدی میگم، خیلی پیشرفت خواهد کرد. به نظرم برای عملی کردن چیزایی که قبلا غیر ممکن بود، دریچه جدیدی باز میکنه. ما میخوایم مرکز آزمایش این فناوری ها بشیم و به دنبال از میان برداشتن موانعی باشیم که ناشنوایان رو منزوی میکنه و نمیذاره توسط مردم شنیده بشن. پول کارتر بود، اما 5% از سفرهای ریلی در بریتانیا رو افراد معلول یا کسانی انجام میدن که بیماری های مزمن دارن. این یعنی 85 میلیون سفر با قطار در سال. و درستی که بسیاری از این افراد برای این سفرها نیازی ندارن تا کسی کمکشون کنه، اما 1/4 این افراد اعلام کردند درگیر مشکلاتی هستند. شرکت راهن لندن میدلند تصمیم گرفته که امکاناتش رو برای مسافرانی که دچار کمتوانی و ناتوانی جسمی هستند با اپی به نام پسنجر اسیست افزایش بده. ما امیلی ییتس رو فرستادیم تا برامون آزمایشش کنه. سلام، بفرمایین تو. من امیلی ییتس هستم و در حال برنامه ریزی برای سفر به بیرمنگامم. نیازه که زودتر رزروش کنم. من معمولاً برای سفر به تنهایی مشکلی ندارم، اما از سفر با قطار چندان خوشم نمیاد. علت این که دارم میرم سفر اینه که شنیدم یه اپ دارن میسازن به اسم Passenger Assist که میتونه وضعیت رو برای مسافرهای معلول کاملاً تغییر بده. او این یکم لغ میزنه نه؟ ممنونم. فکر کنم هر کی که داره این گزارش رو میبینه و معلولیتی داره احتمالاً با هم موافقه که اگه شما ناتوانی یا کمتوانی جسمی داشته باشین گاهی سفر یه اتفاق وحشتناکه. پیش اومده که منو توی قطار جا گذاشتن و رفتن. پیش اومده خدماتی رو سفارش دادم که بیان منو از قطار پیاده کنن، اما نیومدن و موندم توی قطار و قطار هم چندین ایستگاه رفته جلوتر تا پیاده شدم و مجبور شدم همه راهو برگردم. برای همین خیلی مشتاقم ببینم این اپ چه چیزی رو به ارمغان آورده. ممنونم. خب این اپ رو که هنوز ساختش تموم نشده دادن بهم و حالا دارم پروفایلم رو روش پر میکنم. خوبی این اپ اینه که سوالات زیادی میپرسه. مثلا فضایی برای سگ راهنما لازم دارین؟ آیا مشکل شنوایی دارین؟ آیا سطح شیبدار لازم دارین؟ و آیا برای خرید بلیط کمک نیاز دارین؟ روکسان، من اطلاعات پروفایلم رو وارد کردم و یه سفر هم برنامه ریزی کردم. میدونم اپ تموم نشده، اما قرار همین شکلی کار کنه دیگه. خب سفرم رو وارد کردم و حالا باید بیاد روی گوشی تو. اینا هاش. عکس و مشخصات منو دریافت کردی و میدونی که من چه شکلیم. آره میدونم چه شکلی هستی، چیا لازم داری و حالا اینجا میزنم برای کمک بهت. عالیه. بعد یه پیام بهت میزنم و میگم من اینجام، اسمم رکسانه. خب حالا توی قطار اینو دارم. Passenger Assist رو ستارتاپ ترانس ریپورت زیر نظر آزمایشگاه راهن لندن میدلندز داره میسازه. ما کارکنان راهن رو هم آوردیم تا ببینیم اپ روی گوشه اونا چطور کار میکنه. همین الان گوشی هم مسافر رو دنبال میکنه هم کارمند راهن رو و میبینین که چون کنار همیم نقطه هامون به هم خیلی نزدیکه. این فناوری با بلوتوث، وای فای، 4G و GPS کار میکنه. برای همین میتونیم ابزار چنگانه ای رو به کار بگیریم.
پس الان دقیقاً میدونین که تو کدوم واگن هستیم. بله، میتونیم مکان مسافر تو قطار رو تا فاصله 1 متریش تخمین بزنیم و میدونیم تو کدوم قطار به چه جهتی میره و تو کدوم واگنه. این در شرایطی که کارکنان راه‌آهن به تعداد کافی باشن خوبه، اما توی ایستگاه‌های کوچیک گمنام تکلیف چیه؟ ساخت اپ هنوز تمام نشده، اما پیشرفتمون تا اینجا خوب بوده. ایستگاهایی که کارمندی ندارن برامون چالش بزرگی هستن و شاید به جاش مسافر رو ببریم به نزدیکترین ایستگاهی که کارمند داره و از اونجا برسونیمش به مقصد نهاییش. فقط اپلیکیشن نیست، اونا دارن دستبندهای قابل ردگیری و این کنترل از راه دور رو برای کسایی میسازن که استفاده از گوشی براشون سخته. به هر حال ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که میشه پیکی رو ردگیری کرد که داره پیتزایی که سفارش میدیم رو به در خونه میاره. به همین علت درخواست خدمات کمک رسانی 24 ساعت قبل از سفر خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. حالا با این فناوری اطلاعات کسانی که کمک لازم دارن در اختیارشونه. ترانس ریپورت امیدوار این اپ رو در آغاز سال جدید میلادی در اختیار شرکت راه‌آهن قرار بده و تا جوان 2018 هم تمامی خطوط راه‌آهن بریتانیا از این سامانه بهره ببرن. اگه فقط یه چیزی باشه که معلولا لازم دارن و این سامانه بهشون نمیده، اطمینان از این موضوعه که یه نفر در ایستگاه مقصد خواهد بود تا کمکشون کنه پیاده شن و به حال خودشون رها نشن. اپ اکسس ناو از واقعیت زندگی من متولد شد. این ور اون ور رفتن با ویلچر میتونه کار کلافه کننده ای باشه. من خودم وقتی قرار بود جایی برم تا لحظه ای رسیدم به اون محل نمیدونستم که بالاخره ورودی برای ویلچر دارن یا نه. بارها پیش اومده که جایی رفتم و دیدم پله و موانع زیادی سر راهه و نمیتونم کاری که میخوام رو انجام بدم. به همین خاطر برای حل این مسئله انگیزه ای در من ایجاد شد. این اپ رو ساختم که توسط اون افراد معلول تمام دنیا که نیاز به امکانات ویلچر دارن میتونن اطلاعات مربوط به مکانهایی که در محلشون امکانات ویژه معلولان رو داره به اشتراک بذارن. شما میتونید یه جا رو انتخاب و رتبه بندی کنید و بگین که دسترسی کامل برای ویلچر داره، دسترسی نصف نیمه یا امکان ورود از در پشتی داره و یا اینکه هیچ امکاناتی نداره. بعد میتونید اطلاعات بیشتری هم بنویسید، مثلا اینکه کارکنان اینجا خیلی مهربون بودن و کمکم کردن. مثلا این کافه به نظر میاد دسترسی برای ویلچر نداره. جلوی ورودی 2 پله داره، اما وقتی روی اپ نگاه کنید میبینید که یه ورودی دیگه هم به این ساختمون وجود داره. از اینجا میتونم برم توی کافه. پس بریم ببینیم جریانش چیه. نکته جالب و هیجان انگیز در مورد این اپ اینه که همه اطلاعاتش توسط آدمایی که خودشون ویلچرین جمع‌آوری شده. آدمایی که پر از انگیزن تا به کسانی که نیازهای مشابه خودشون دارن کمک کنن. ما کارو با تورنتو شروع کردیم با 200 تا نقطه روی نقشه و حالا بیش از 20,000 نقطه در نقشه دنیا روی اپمون هست. قصد داریم به یه جنبش جهانی تبدیلش کنیم. قبل از اکسس نا هر کسی یه نقشه شخصی از محل زندگیش تو سر خودش داشت، از مکانهایی که امکانات ویلچری دارن و وقتی میخواستن از محلشون و جاهایی که میشناختن خارجن مشکلات تازه شروع میشد و برای همین خیلی از کسانی که برای حرکت نیاز به کمک دارن خیلی منزوی میشن و این به خاطر این نیست که ذاتن آدمای منزوی هستن، بلکه محیطشونه که اونا رو به انزوا میکشونه. و اگه بتونیم موانع رو از سر راه برداریم تا بتونن با جامعه راحت تر ارتباط برقرار کنن، دنیا برای هممون خیلی جای بهتری میشه. مایان زیو بود در تورنتو. ببینم نظرتون درباره ماراتون چیه؟ حالشو ندارید؟ منم فعلا ندارم. اما سایمون ویتکرافت کسیه که تو هرچی ماراتون شرکت میکنه. اولین بار 2 سال پیش دیدیمش که تازه اولتراماراتون در نامیبیا رو دویده بود. اولتراماراتون بیش از 240 کیلومتره. البته سایمون نابیناست، بنابراین دیدن مسیر مشکل اصلیشه در دویدن. در نامیبیا از صدای روی گوشی برای مسیریابی استفاده کرد، اما از اونجایی که خودش برنامه نویسه از اون موقع تا حالا یک مسیریاب طراحی کرده که بتونه در دویدن کمکش کنه.
و امید میره که به کمک فناوری مسیریابی و شبیه سازی مکانهای مختلف در دنیا کمی ساده تر بشه. ما سایمون رو فرستادیم که توی این قضیه رو برامون در بیاره. من سایمون ویتکرافت هستم، طرفدار پروپا قرص فناوری. در چند سال اخیر من از فناوری برای از بین بردن موانعی که در زندگی داشتم کمک گرفتم و اولین نابینایی بودم که در یک ماراتون شهری بدون همراه دویدم. چند هفته پیش نمونه آزمایشی فناوری رو به کار گرفتم تا 25 کیلومتر رو بدون کمک بدوم، اما اون دستگاه نتونست تا خط پایان دووم بیاره. برای یه نابینا حرکت همیشه مسئله بزرگیه. حتی داخل خونه خودش کارهایی مثل تشخیص وسایل آشپزخونه یا لباسها و اشیاء مختلف دیگه همیشه دردسر سازه. یکی از جدیدترین فناوری‌ها برای یافتن چیزها در خونه یکی از محصولات مایکروسافت به نام Sing AI، یه اپ که روی آیفون هم اجرا میشه. Sing AI از بارکد روی کالاها برای تشخیص اینکه چی هستن استفاده میکنه. فقط باید دوربین گوشی رو به سمتشون بگیرید. یکی از کارهای مفیدی که این اپ میتونه بکنه تشخیص نوشته هاست. یکی از مزایاش اینه که یادگیری ماشینی داره و میتونه آدمها رو هم کم کم تشخیص بده. فقط کافیه گوشی رو به سمت اون فرد بگیریم. اگه نشنیدین، داره میگه نیل گندهه در 2 متری مونه. یکی از مشکلاتش اینه که الگوریتم های هوش مصنوعی معمولا اشیا رو کلی تشخیص میدن. چیزی که من نیاز دارم اطلاعات بیشتره تا جزئیات اشیا رو بدونم. مثلا فقط نگه این یه پیراهنه یا یه فنجون، بلکه بگه کدومه. و این دقیقاً چیزی که شرکت IBM داره روش کار میکنه. اونا دارن روی واتسون که بستری برای هوش مصنوعیشونه کار میکنن تا اشیای مشابه رو هم از هم تشخیص بده. اپلیکیشن آزمایشی که باهاش ساختن اسمش Personal Object Recognizer یا تشخیص دهنده اشیای شخصیه که اگه درست کار کنه عالی میشه. برای اینکه بتونن باهاش کار کنن باید اول آموزش ببینه. با کدوم میخوای شروع کنیم؟ من باید حداقل 10 تا عکس خوب از هر شی جلوی یک پس زمینه تک رنگ میگرفتم. و حالا ببینیم میتونیم تشخیص اشیاء شبیه به هم رو شروع کنیم؟ چون هنوز نمونه آزمایشیه آموزشش کمی پیچیده بود، اما خیلی از راهنمای صوتیش خوشم اومده. چون برای استفاده ازش نیازی به کمک کسی نداشتم. I've got that connection back to physical objects again. دوباره میتونم با اشیاء ارتباط برقرار کنم. عکس‌های پیراهن و فنجون برای من همش یه چیز بود و غیر قابل تشخیص از هم، و حالا با هم فرق دارن. اشیاء و وسایل داخل آشپزخونه رو میشه تشخیص داد. به خصوص چیزایی که برام ارزش معنوی زیادی دارن. و اینجوری میتونم به هر کدوم یه برچسب بزنم و هر موقع بهشون برمیخورم خاطراتی که باهاشون دارم یادآوری میشه. این امکان که سالها پیش تو زندگی من دست رفت حالا به هم برگشته و همین با آینده امیدوارم میکنه. سایمون نیل رانینگ. و از راهنمای دویدن سایمون بریم به سراغ اندامهای مصنوعی روباتیک. روز به روز فناوری‌های پیشرفته تری میان که کمک میکنن تا ورزشکاران معلول از پس ورزش‌های بر بیان که قبلا انجام دادنشون براشون غیر ممکن بود. همکار ما کت هاکینز 10 سال پیش مجبور شد اجازه بده که پاهاش رو قطع کنند. و حالا رفته پاهای رو آزمایش کرده که بهش کمک میکنه توی برف بالا و پایین بره. من به مرکز ارتوپدی دورست اومدم، یه شرکت خصوصی که برای کسایی که پاشون قطع شده پای مصنوعی میسازن. از مدل خیلی سادش تا انواعی که به پای واقعی خیلی شبیهن. یکی از ورزش‌هایی که همیشه انجامش برام سخت بوده اسنوبورده. چون این پاهای مصنوعی من فقط برای راه رفتن طراحی شدن، اما اینجا پاهایی ساختن که این کار رو راحت‌تر کرده. پاهایی که برای اسکی لازمه با پاهایی که برای راه رفتن طراحی شده فرق دارن. برای راه رفتن پاها دامنه حرکتی کوتاهی دارن که همین بهتون نیرو و انرژی بیشتری برای راه رفتن میده تا روی دو پا بایستین. برای اسکی نیاز به حرکت بیشتری دارین تا بشه روی سطح ناهموار حرکت کرد و همینطور موقع برخورد به پستی بلندی شوک کمتری بهتون وارد میشه تا بتونین سر پا بمونین و این واحد این کار رو انجام میده. کوین رفت پاهای جدید من رو اندازه کنه تا بتونم امتحانشون کنم.
این کار کلی اندازه‌گیری و تنظیمات لازم داره که مطمئنشن منو زیادی به جلو یا عقب هل نمیده. ترا! پاهام اومدن. خیلی دوست دارم ببینم حس این پاها چجوریه. اصلا نمیدونم. وای! اگه وزنت رو به جلو بندازی میتونی حرکت قوزک رو حس کنی. وای! آره! این حس چیزیه که 10 سال از وقتی پاهام قطع کردن تجربه نکردم. این پاها هوا رو به سیلندری وارد میکنن که میزان مقاومت پاها رو تنظیم میکنه. هوای بیشتر، مقاومت بیشتر. علاوه بر ایجاد حرکت، جلوی شوک وارده ناشی از برخورد به سنگ و پستی بلندی مسیر رو میگیره. اما این پاها ارزون نیستن. هر کدوم 2500 پوند که یعنی هر کسی نمیتونه اینا رو داشته باشه. کاملا مشخصه که برای راه رفتن ساخته نشدن. خیلی مقاومن و خیلی سخت و محکم. اما اگه بخوام خودم رو در حال اسنوبورد کردن تصور کنم، رویایی که سالهاست تو ذهنمه، میتونم تصور کنم که اینا چجوری حرکت میکنن. و خیلی حس عجیبیه، چون این حرکت رو 10 ساله که حس نکردم. خب، یه کار باقی مونده، اونم آزمایش این پاها روی برف درست حسابیه. اومدم به یه پیست سرپوشیده. راستشو بخواین کمی میترسم. این خانم اما گیلسپیه که اومده کمک کنه این پاها رو بپوشم و آزمایششون کنم. قبلن اینا رو آزمایش کردی؟ بله. چطور بود؟ سخت. اما تونستی؟ بله. خوبه. پای اول. این بخش های از زندگی ماست که شماها نمیبینید. قبلنا که اسنوبورد میکردم خیلی سخت بود، اما اینا کمی کمک میکنن. زانوها رو خم میکنن و به بدن فرمی میدن که با پاهای قبلیم تقریبا غیر ممکن بود. خب بزن بریم. وای دارم میرم. روی فرم وایستادنه تمرکز کن. خب حالا بپیچ. مدت هاست این کار رو نکردم و نباید انتظار داشته باشم فوری را بیفتم. اما تصمیم گرفتم خودم رو تو سرازیری رها کنم و ببینم چی میشه. البته همچنان کار اصلی رو خود فرد انجام میده و این پاها فقط تا یه حدی میتونن کمک کنن. و اگه اسنوبوردتون خیلی خوب نباشه، پاها نمیتونن جلوی زمین خوردنتون رو بگیرن. وای موش آب کشیده شدم. دفعه آخر که افتادم همه لباسام خیس شد. فناوری به کمک معلولان میاد و به اونا استقلال میده و میتونن کارایی بکنن که فکر میکردن براشون مناسب نیست. این خیلی خوبه. وای حالا من از این پاها میخوام. اما خیلی گرونن. و این بود ویژه برنامه ما به مناسبت روز جهانی معلولان. در آینده باز هم گزارش‌هایی با این موضوع قطعاً خواهیم داشت. اما شما میتونید تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click و با ما در تماس باشید از روی توییتر با شناسی @persianclick و از طریق صفحه facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.